آقای سرتر، نظر شما رو میشنوم، چقدر برای شما تعجب برانگیز بود این ورشکستگی بانک مرکزی و یا اینکه پیش بینی میکردید از قبل؟ آقای شامی یه واقعیت رو گفته، همه میدونستن که دولت لبنان ورشکسته است، بانک مرکزی ورشکسته است و خود آقای شامی هم تو سخنرانیش گفته این یه بیان واقعیتی است که مدت هاست وجود داره. ولی معمولا وقتی که شما هم به عنوان شرکت و هم به عنوان دولت اعلام ورشکستگی میکنید، در حقیقت دارید به طلبکارانتون میگید که همه طلبتون رو شما نمیتونید بگیرید، باید بشینید با ما صحبت بکنید. به همین علت هست که آقای شامی گفته این طلبها، این به اصطلاح کمبودها بین دولت و بانک مرکزی تقسیم میشه و در این حال اعلام کرده که ما نمیتونیم به اصطلاح سپرده ها رو بدیم همه، و نه تنها طلبکاران خارجی بلکه طلبکاران لبنانی هم، یعنی صاحبان حساب لبنانی هم مشکل خواهند داشت. خانخا چندین ماه هست، سه ماه هست تقریبا که شما به عنوان لبنانی اصلا نمیتونید پول به خارج از کشور بفرستید، بستن حساب های انتشار پول رو، و این یه واقعیتی است که در حقیقت اعلام رسمیش هست. خب آقای سرزاده، چه پیامدهای سیاسی و امنیتی داره این تشدید بحران اقتصادی در لبنان؟ اول این که مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بسیار بسیار مشکل میشه، چون به هر حال وقتی که صندوق بین‌المللی پول به لبنان نده، پولی نده، قرضی نده، لبنان از این بحران عجیب اقتصادی که درش هست بیرون نمیاد. ثانیا این که دولت‌هایی که سابقا کمک میکردن، به خصوص دولت‌های عربی به حاشیه خلیج فارس، اونها هم دیگر کمکی به لبنان نخواهند کرد و این باعث میشه که روند به اصطلاح سقوط لبنان تشدید بشه. بعضی ها میگن که لبنان همین الان هم یک دولت شکست خورده است. شما فقط باید بدونید که ارزش نسبت ارزش دلار و لیلی لبنانی قبل از این بحران 1500 به یک بود، یعنی 1500 لیره لبنانی در برابر یک دلار. الان شده 25000، 26000 لیره لبنانی شما باید بدین و یک دلار بگیرید. ولی یه مسئله دیگه هم که هست این است که در حقیقت طلبکاران و کسانی که میتونن به لبنان کمک کنن، اونا هم نمیتونن، به خاطری که میگن تا این فساد گسترده از بین نره ما اصلا نمیتونیم به شما کمک کنیم. فقط من به شما یه مثال بزنم، رئیس بانک مرکزی لبنان که الان ورشکستگیش اعلام شده، آقای سلامه، 30 ساله رئیس بانک مرکزیه. هفته گذشته، در حقیقت 4 روز قبل، دادستان آلمان و دادستان‌های دیگر اروپا علیه آقای سلامه ادعانامه صادر کردند که ایشون 120 میلیون یورو از بانک لبنان به حساب‌های شخصیش در اروپا منتقل کرده و در آلمان، فرض کنید در دوسلدورف، در مونیخ و در جاهای دیگه ساختمان‌ها خریده. همین کار رو هم دادستانی فرانسه کرده، همین کار رو هم دادستانی لوکسانبورگ کرده. یعنی شما با یه فسادی روبرو هستید که این فساد تقریبا تمام بدنه‌های لبنان رو گرفته و همین علت هم است که امکان نیست که بشه دید که کی لبنان از این بحران بیرون میاد، به خصوص که نیروهای سیاسی هم هیچ نشانی از این که حل این بحران رو در پی دارن نیستن. اونا در پی به اصطلاح مقام های لبنانی هستن، به خصوص گروه هایی که تا به حال قدرت رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، حزب الله، حزب عمل، گروه های سنی، همین آقای سلامی که گفتم. و به همین علت متاسفانه من دوراندازی، چشماندازی برای حل این بحران نمیبینم. سپاسگزارم از توضیحات شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از فرانکفورت